این موضوع رو بیشتر بررسی خواهیم کرد با فرزه ندیمی، تحلیلگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همینجا پایتخت ایالات متحده با ما همراه میشن. آقای ندیمی، چطور باید اسرائیل دست پیدا کنه به این تونل ها که بعضن دیدیم در عمق 18 متری و دیواره های بتونی دارن؟ بله، خیلی کار مشکلی هست مقابله با شبکه تونل‌های تهاجمی و تدافعی حماس در غزه که مشهور به شبکه متروی غزه. طبق ادعای خود حماس بیش از 500 کیلومتر تونل اون زیر وجود داره. برآوردهای اطلاعاتی این مقدار حدود 360 کیلومتر برابر میکنه. بنابراین کار خیلی مشکلی اسرائیل داره برای از بین بردن این شبکه تونل و شبکه‌ای که احتمالاً قسمت‌های زیادی ازش تله‌های انفجاری و مواد منفجره کار گذاشته شده، شبکه‌هایی که اون طرفش مشخص نیست آیا نیروهای مسلح حماس آماده هستند و کمین گذاشتن برای سربازان اسرائیلی که واردش میشن، بسیار نامشخص هست که در اون طرف این تونل ها چه در انتظار سربازان اسرائیلی هست. بنابراین راهی که در پیش پای اسرائیلی ها برای مقابله با بیشتر این تونل ها هست نابود کردن اوناست و چگونه پیدا کردنش. راهش اینه که این سربازا روی زمین برن و داخل مناطق شهری و منطقه باز غزه متر به متر بگردن تا دهانه این تونل‌ها رو پیدا بکنن، حالا بعد تشخیص بدن که آیا واردش بشن یا با مواد منفجر اونا رو از بین ببرن. خیلی از این تونل‌ها نمیشه که جنگ تن به تن تو اون مناطق جنگ شهری در بگیره. خب نیروی هوایی اسرائیل سعی کرده با بمب‌های نفوذ کننده بسیاری از این تونل‌ها رو از بین ببره. شما اشاره کردیم به 18 متر، بعضی از این تونل‌ها تا عمق 50 متر هم زیر زمین هستش. یعنی سال 2014 چند تا از این تونل‌ها رو که پیدا کرده بودن، یک تونل عمودی حدود 50 متر بعد پایین می‌رفتین از این شفت تا به خود تونل می‌رسیدین. بمب‌های نفوذ کننده، بسیاری از این بمب‌ها به اون عمق نمیتونه برسه. البته بعضی از تلاش خودشون رو میکنن، بمب‌های بلو 109 اسرائیلی هستش که میتونه تا بین 2 تا 3 متر فقط بتون رو میتونه نابود بکنه و حدود 10 تا 15 متر خاکم نفوذ بکنه. خیلی کار مشکلی هست رسیدن به این تونل ها، ولی اگر بتونن برسن با بمب هایی که بسیار نفوذ کننده هستن، میتونن از سر جنگی ترموباریک استفاده بکنن که مخصوص مقابله با تونل ها هست. یعنی وقتی که وارد محوطه باز تونل در زیر زمین میشه، یک بخار متراکمی از مواد سوختی رو منتشر میکنه قبل از اینکه اون دقیقاً سر اون چاشنی انفجاریش به کار میفته و این بخار رو منفجر میکنه. یک فشار بسیار شدید ایجاد میکنه و موج انفجار بسیار شدید ایجاد میکنه که اون تونل رو در طول مسافتش در هم متلاشی میکنه و این میتونه اون تونل از بین ببره. و راه پیدا کردن این تونل ها هم در حالت عادی با استفاده از رادارهای نفوذ کننده به زمین هستش، ولی این رادارهای نفوذ کننده به زمین مشکلش اینه که تا 30 متر بیشتر نمیتونه نفوذ بکنه و همونطور که عرض کردم برخی از این تونل ها تا 50 متره. خیلی کار مشکلی خواهد داشت و یک خطر دیگه هم که وجود داره اینه که بسیاری از این گیروگان ها ممکنه در این تونل ها نگهداری بشن، تونل هایی که این تونل های بتونی که حدود 1.5 متر ارتفاع داره و داخلش میتونه اتاق‌ها و مراکز نگهداری از زندانی‌ها، مرکز فرماندهی و کنترل حماس باشه. در کنار این نگهداری از این گروگان‌ها تا در حقیقت یه نوع حالت بازدارندگی داشته باشه که اسرائیل از این سلاحی که عرض کردم برای نابود کردن این تونل‌ها استفاده نکنه. خیلی کار مشکلی اسرائیل خواهد داشت برای از بین بردن این تونل‌ها. چقدر فکر می‌کنید که دلیل تعلل اسرائیل برای حمله زمینی همین چالش‌ها باشه؟ اگر کوتاه بگید. خب برای این چالش ها هست، مسئله کوچه های تنگ، بن‌بست، خیابان های بسیار باریک، ساختمان های بلندی که هنوز خیلی هاشون سرپا وایستادن و همینطور تله های انفجاری و کمین های ضد زره حماس بسیار کار اسرائیل دشوار خواهد کرد و مسئله تلفات انسانی رو بالا خواهد برد. به نظر میرسی که اسرائیل میخواد تا جای ممکن با نیروی هواییش شرایط رو آماده بکنه با بمباران ساختمان های بلندی مشرف هستند، ولی خب جنگ شهری سختی در پیش خواهد. بسیار سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما.